نداره ریزوی بلشگرش کروبی با دورو پرش موسوی هم با اکبرش رفسنجانی گور پدرش اویو بدم اولو بیا اویو ندم اویو بدم اویو ندم به محمود میدم که سر باشه یه جوروی کل خر باشه عزما واسش پدر باشه اینو متشکرم ممنون مرسی خیلی ممنون خیلی ممنون. این شعری بود که در آستانه انتخابات به ذهن بزرگ و شاعرانی اولمبیزه قیانوری زد خیلی متشکرم. این در یه شلوغه که صدا به صدا نمیرسه. بله من غلام قیانوری هستم و از طرف مقام عزمو اومدم تا از حضور گسترده آهاد در انتخابات یک گزارش براتون تهیه کنم. بریم که داشته باشه گزارش اولمبیزه قیانوری در رابطه با انتخابات. آقا میتونم بپرسم شما به کی رأی میدید؟ من میخوام به آقای میر سبزوار کروبی نژاد رأی بدم. خب نظر شما راجع به تبلیغات انتخاباتی و مناظره های کاندیداها چیه؟ احمدی نژاد بگم نه کروبی خوشم به هوشت حالا اینقدر که اصرار میکنی من اصلا تمام نمیدم فرشت تو میخواهی کاری میکنی برای من یادش شوهر نمیدمه من نمیدمه نه موسوی من یه چیزم من رو به مردم دارم که من یه چیز انقلابی هم همون چیز قبلی که بودم هستم امام هم چیز بود ایشون چیز رو پر از فساد چیز کرده من برنامه هم چیزم چیزه مشخصه رضایی من آمدم تا اقتصاد کشور را نجات بدهم هدفم اینه که دوم بشم توی انتخابات احمدی نژاد آقای قیانوری برگردی به موازه امام 300 میلیون تومن جزایری رو چیکار کردید شما نگردید کروبی بررسی هست آدم ها رو زیر نیزه میدی به همه من انتظار داری که من مثلا یشون نده حرفی رو من نزنم که چیزی کنه تنیبن ها انفاس کم تنیبن ها سنگ دعوات کم قرار بود مناظره باشد مناش رفته فقط زردرش مونده من در همه شو بخواهم رای آقا شما رفتی اون بالا چی کار؟ من میخوام خودم بکشم من دیگه به تای خط رسیدم من میخوام خودم بکشم خواهش میکنم آخه چرا از زندگی سیر شدی؟ نه من میخوام خودم بکشم شما نمیتونی جلو منو بگیری خواهش میکنم راحتم بذار بذار راحت خودم بکشم بابا من که نفهمیدم خوشی زده زیر دلت نه بذار خودم رو بکشم خواهش میکنم از بذار خودم رو بکشم دیگه نمیتونم دیم بکنم چرا؟ از بدبختی میخوای خودتو بکشی؟ نه بابا جان نه آقا جون چرا مزاحم مردم میشی؟ خواهش میکنم بذار خودم رو بکشم بذار راحت شم از این ای بابا بگو شاید ما هم تصمیم بگیریم خودمونو بکشی بابا تو منو نمیفهمی تو منو نمیدرکی بابا شناسم گم شده فردا هم انتخاباته من بدون رأی دادن نمیخوام زنده بمونم نمیخوام بابا بیا خودتو لوس نکن بیا بریم یه شناسنامه المثنی برات بگیرم جدی میگی آقا واقعا شما زندگی دوباره به من بخشیدید من خیلی خوشحال شدم فردا من راحت میتونم اب نداره روحت شاد نیتت مهم ای آقا میشه بپرسم شما به کی رأی میدید؟ کی من؟ من اصلا رأی نمیدم نه رأی نمیدی؟ بخیر نه پس معلومه فیلم آقای کروبی رو ندیدی پشتتو نگاه کن بزرگترین شجاعت رو از خودش به خرج داده و در قبال روحانیت ساکت در کنار امام زندان رفته چایی کسی ببینه خیال میکنه که حالا چون تبلیغات انتخاباتی داره این کار میکنه چایی بسیار خوش انتخابات هیچ خاصیتی نداشت چایی رفت بیشتر آقا جون نشون داد حالا چی میگی؟ وای پسر باورم نمیشه بابا چجوری بزرگترین مشکل ایران همین مسئله چای آوردن مردا بود
الان آقای کروبی با این پیرن ماکسی که پوشیده بودن حلش کردن. آقا واقعا من اصلا باورم نمیشه، خیلی واقعا تعجب برانگیز بود. آقا من دیگه رنگ دم، آقا من دیگه رنگ، اصلا این دنیای منو عوض کرد، اصلا دنیام عوض شد و من میرم رنگ. ما اومدیم اینجا برای اینکه از کاندیدای مورد علاقمون که آقای کروبی حمایت کنیم. اگه مردم عاقل باشن و بیشتر فکر کنن، اون چیزایی که مردم ایران میخوان توی آقای کروبی فقط میذارن. بله دقیقا همینطوره، آقای کروبی مثل بطری میمونن که توشون همون چیزایی که گفتن وجود داره. بله منم هم نظرم همینه، منم هم این پولا رو از توی ایشون در آوردم. یامک بلند شد سبه کروبی تمومه، باید بریم اصلاح های احمدی نجات تطبیقات کنیم. ولی من آزادی نمیخوام، من شرف و آبرو میخوام تو کشورهای خارجی. بله منم آزادی نمیخوام، حتی شرف و آبروی هم که این خانوم گفته نمیخوام. من 3 روزه دارم تبلیغ انتخاباتی میکنم، پولمو میخوام که بگیرم برم کشورهای خارجی. من هیچی دیگه نمیخوام، من داره دیوار انتخابات میره بالا. من اعلام کردم که خانداری هم یه شغل مقدسی است. ما به بانوان خاندار حقوق پرداخت خواهیم کرد و خانداری رو یک شغل محسوب میکنیم. آقا داشت نگه دارم پیاده میشیم داشت نگه من فیلم هر داری کنم، من فیلم هم مستبه با این حرفی که آقای رضایی زن همه این رنگ های منو برد سمت خودش. من 30 ساله بیکارم، 30 ساله با این برنامه که آقای رضایی دادن خب میرم خانه‌دار میشم، یه حقوقی هم میگیرم. خود آقای رضایی هم من خودم پیشنهاد میکنم بعضی که تو انتخابات شکست خوردن ایشون هم خب بیان خانه‌دار بشن، جفتمون با هم یه شرکتی یه دکور دونات چه خونه‌داری با هم یه واسه میکنیم. خیلی متشکرم، داشتین حالا پیاده میشیم. خیلی ممنون. آقا هنوز که اینجا وایسادی با آقای کروبی رأی دادی؟ نه نظرم عوض شد، من تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفتم و رأی نمیدم. نمیتونم دیگه آقا، چرا اصرار میکنی؟ نمیتونم رأی بدم. بس معلومه فیلم آقای احمدی نژاد رو ندیدی، حالا پشتو نگاه کن. باغچه رو روز تو خود تو دوست کردی سبزه بد مسکن یا نبادم جونه این جعفریه دیگه، بد گیش نیزه این هم تروبه. باورم نمیشه بزرگترین مشکل ایران مسئله تروبچه و شیبید بود. آقای احمدی نژاد با شلوار گرم کن و لباس آسین کوتاه. اشکم بود واقعا. چجوری حلش کرد؟ اما من دیگه رأی میدم، من دیگه نمیتونم، باید دارم رأی بدم. دنیا هم عوض شده، اصلا الان یه دنیای دیگه شده، من میخوام برم رأی بدم.